مرحوم علامه امینی سر مظلومیت امیرالمومنین میفرمود ایش که ببین امام حسین مظلومه، قبوله، اما علی اول مظلوم عالم. درد از این بزرگتر که مغیر جلود را بره؟ لعنت الله علیه. من نمیگم، ببین چی میگه. حلبی جلد 2 صفحه 699 یک جمله میگم، میگه او، ببخشید عذر میخوام، امشب و اینجا واقعا جاش نیست گفته بشه، اما من امشب بس سر مظلومت امیرالمومنین رو بگم. میگفت این مغیره، این ملعون، ما نمیگیم، ما این چی داره میگه، با 300 تا بین 300 تا 1000 زن زنا کرد که 80 نفر آنها شوهردار بودند. یه همچین جانوری بود. خب اسمش هم گذاشته بودن مغیرت الرأی، استاد مشورت سیاسی. امیرالمومنین به خلافت رسید، مردم گفتن کابینه میخوایی بچینی؟ مشورت از مغیره گرفتی؟ مازی جلو امیرالمومنین، علی میخوام مشورتت بدم. دید من تو مشهد تو حرم این حرفو زده بودم، گذاشتم یه روز تو مشهد بگم. بعد حضرت فرمود بگو مظلومیت اینه، جامعه او رو من دوحات العرب و حزمتها و ذو الرأی اینا رو براش آوردن، میگن بین دو تصمیم گیر نمی کرد الا اون که بهترینش رو انتخاب میکرد، لقبش آقای مثلا مشاور، اینجوری براش نقل کردن. نظر میخوای برو سراغ من؟ تو مشهد نقل کردم، گفتم امیرالمومنین حکم مشاور زد برام، این قطعا غلط. اومد مشورت داد رفت، اما هیچ وقت جزء مأموران امیرالمومنین نبود. گفتم یه روز تو مشهد، گفتم یه مشهد دقیق بگم چون داد، اگه برداشتی شده که این به معنی مشاور یعنی امیرالمومنین حقوق بهش میداد اینا، قطعا غلطه. بنده عذرخواهی میکنم از همه محبان امیرالمومنین، اینو عرض بکن. مولا میفرماد آخه امام حسن یه روز خیلی داشتی ما غیر حرف میزد، حضرت فرمود بابا تو خیلی پر روی، ما یادمون نرفتیم، تو همون کسی بود که مادرمون رو زدی، فکر نکنه ما یادمون رفته، فراموشی که نگرفتیم که. و ادمیته ها اشاره است، میگفت جوری زدی من دیدم خون از مادرم سرازیر شد. بیا جلو چشت را بره و اینقدر مطمئن باشه که حاکم این جامعه به من دست نمیزنه. الله اکبر. یعنی اونها هم بر صبر علی، حلم علی حساب باز میکنن، دشمن حیای علی، اون حرامزاده که لخت شد تو جنگ به چی حساب باز کرده بود؟ به حیای امیرالمومنین. احد و ناسی را با امیرالمومنین نمیتوان قیاس کرد، لا یقاس احد، خود حضرت میگه هیچ کس رو با ما قیاس نکن، هیچ کس. ضربت امیرالمومنین یوم الخندق افضل من عبادت سه، نفس علی فرق میکند، حرکت علی فرق میکند، کون و مکان به دست امیرالمومنین است. پس این که میگه در جای پیامبر خوابید، به این معنی نیستش که هر کسی بین، نه میگیم برای مردم بگید اینطور مورد برداشت قرار، همین، هیچ کس با امیرالمومنین قابل قیاس نیست.